بخش کوتاهی از صحبت آقای صدری در مورد این ترجمه شاهنامه بشنویم و بعد از شما بپرسم که مخاطب فرنگی اساسا درک مشابهه درک مخاطب ایرانی از شاهنامه داره به رغم ترجمه‌های متعددی که از شاهنامه شده صحبت آقای صدری رو بشنویم و بعد پاسخ آقای معروفی رو جویا میشیم من اخیرا شمردم با شمارش من این 15 این ترجمه به زبان انگلیسیه نخواستین ترجمه را در 1776 شون سر الکس جونز انجام داده و آخرین ترجمه هم سال 2005 آقای دیک دیویس و به هر حال این ترجمه ها ترجمه آثار باستانی حماسه ها اشعار باستانی سابق به زبان های جدید به علت اینکه زبان عوض میشه این کار خوبی است و البته در بازار مکاره عقاید و افکار بعضی از این شاهنامه ها محبوب میشن و بعضی ها محبوبیت پیدا کنند. ترجمه آقای فیگلز از ایلیاد و اودیسه واقعا یک موج جدیدی از علاقه به این آثار حماسی یونان در جهان انگلیسی زبان به وجود آورده به هر حال اونی که مهمه اینه که وقتی ماک یک اثر حماسی باستانی رو اونی هم که در واقع به زبان شعر هست وقتی میخوایم به یه زبان جدیدی ترجمه بکنیم به نظر من مهمترین تقص تصمیم اینه که یک نقطه سقلی در اون زبان جدید پیدا بکنیم و بر اون با اون منوال ترجمه بکنیم اون چالشی که من احساس میکردم دارم این بود که یک زبانی رو انتخاب بکنم که در این حال که فاخر هست در این حال دوستانه باشه و مردم رو به خودش جلب بکنه دفع نکنه و در واقع در زبان انگلیسی اگر ما بخوایم خیلی فاخر بنویسیم برمیگرده میشه یه چیزی مثل کتاب مقدس کینگ جیمز یا اونی که بهش میگن انگلیسی ادوارد شاه اونطوری ما نمیخواستیم بنویسیم ولی به هر حال یک در واقع میانه ای باید باشه بین زبان فاخر زبانی که در خور یک حماسه ای مانند شاهنامه باشه و زبان روزمره آقای معروفی بشنویم پاسخ شما رو ارزم به حضورتون همونجوری که خب شما بهتر میتونید اوریپید، سوفوکل، هومر توی تراجدی های بیرون از ایران دارن یک سری کارهایی رو مطرح میکنن خیلی متفاوت هست با شاهنامه شاهنامه همیشه انسان با انسان هست یعنی تراژدی ایرانی توسط فردوسی تعریف میشه به نظر من و یک بخشیش هم تراژدی و حکمت ایرانی توسط نظامی تعریف میشه ولی فردوسی بسیار زیبا این رو تفسیر میکنه معنا میکنه مثلا تو جنگ اون بحث برادرکشی که توی داستان فریدون هست یا اون پسرکشی که در داستان سهراب و رستم هست که دو تا انسان نیکگوهر رو روبروی هم قرار میده با وزن مساوی و یک جا هست که رستم به پسرش دروغ میگه میپرسه شما رستم رو میشناسی میگه من کجا رستم کجا و روز اول ازش شکست میخوره سهراب وقتی میاد خنجر رو در بیاره میگه پهلون دست نگردار رستم هیچ وقت تو دو دور اول حریفش رو حریف مغلوبش رو نمیکشه این پسر چون عاشق پدرشه باور میکنه بلند میشه، میره و شب رستن میره پیش خدا و اونجا شروع میکنه به صحبت کردن که چو دل، چو وقتی به یک وضعیتی میرسه که ناتوان میشه میگه خدا یادت هست که من زورم بیش اندازه بود پام توی سنگ و خاک فرو میرفت نمیتونستم راه برم ازت خواستم که زور منو به اندازه کنی حالا دوباره زور منو بی کن من میخوام به جنگ یک یلی برم و بیاندازه میشه بی قواره میشه بد قواره میشه و میاد پسر خودش و جگرگوشه خودش رو در واقع خودش رو زخمی میکنه و برگردیم به وضعیت حاکمان که وقتی اینا بی قواره میشن شما فکر کن وقتی یک روحانی یک آخوندی بی میشه بی اندازه میشه اسلحه میبنده و قدرت میگیره میاد میگه که فرهنگ باید اسلامی باشد من ازش میپرسم شما مگه فرهنگ شما مگه اسلامی شما انسانی فرهنگ باید انسانی باشد ما انسانی این به نظر من بی قوارگی پیام است که لابلای فردوسی هست و ما فردوسی رو فقط شعارش رو میدیم و چهار تا داستانش رو شنیدیم کاش بریم بخونیم یک بار اینا رو آقای معروفی فرصت اندکی داریم و من حیف هم که در مورد این صحبتی نکنیم در پایین برنامه برای شما هم تو اشاره کردید سال هاست چند سالی است که بیرون از ایران هستید به دلیل بخش از این مشکلاتی که همین کار فرهنگی و برشک کار ادبی و نشر و اینا براتون ایجاد کرده برای بسیاری همین سوال مطرح میشه شما الان تورنتو هم که هستی کانادا این کارگاه های داستان نویسی رو دارید دنبال میکنید پیش از برنامه هم صحبت میکردیم گفتید کارگاه های نویسی آنلاین هم دارید که 600-700 نفر ظاهرا درش ثبت نام میکنن یه توضیح مختصر بدید یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم که آیا این تعبیری که استفاده میشه که محدودیت موجب افزایش خلاقیت هنرمند میشه و سانسور گاهی کمک میکنه چنین تعبیری رو قبول دارید شما ببینید اگر محدودیت و در واقع حبس باعث خلاقیت میشد باید از کسایی که تو زندان ها هستن رمان های بسیار بزرگ در می اومد امکان نداره یعنی ممکنه تو یک لحظه محدودیت من یک ترفند تازه پیدا کنم ولی به طور کلی در آزادی است که انسان میتونه طرح موضوع بکنه فکرش باز باشه و در آزادی کامله که میتونه حتی اشتباه بکنه و جامعه رو مورد نقد قرار بده شما یه نگاهی به کارهای خانم سوزان بیر کارگردان معروف دانمارکی بکنید دانمارک یک کشوری است که اصلا تو یک وضعیت بسیار بالای از نظر انسانی و اجتماعی قرار داره ولی اون میاد انسانها رو در شرایط مختلف قرار میده ارتشی رو میاره میبره زیر دست طالبان برش میگردونه میگه دیدی تو اگر بری توی دست بال طالبان و تو شرایط برقرار بگیری از طالبان هم بدتری ولی ارتش نمیاد ازش شکایت بکنه میگه راست میگه ما باید این بله. تاوه این بوته ای آزمایش رو برای خودمون فراهم کنیم